استخوان‌های دوست داشتنی فصل 16 هم. درست یک روز مونده به سالگرد فوت من شب هنگام دکتر سینگ به خونه تلفن زد و گفت که برای شام به خونه نمیاد اما روانا به هر جهت مترصد بود تمرینات بدنیش رو انجام بده همونطور که در تنها نقطه گرمی که اون خونه در زمستون داشت روی قالی دراز کشیده بود کاری از دستش بر نمی اومد جز اینکه علت غیبت های شوهرش رو بارها و بارها در ذهنش مرور کنه آرزو می کرد میتونست اجازه بده این افکار اونقدر نیروش رو تحلیل ببرن که بالاخره بدنش به اون التماس کنه که فکر شوهر رو رها کنه و فقط روی ورزشش تمرکز کنه همچنان که روی زمین نشسته بود به جلو خم می شد بازوانش رو می کشید و حالا انگشتاش رو روی پاش می زاشت. دلش میخواست تکونی به خودش بده مغزش رو به روی این افکار آزار دهنده ببنده و همه چیز رو فراموش کنه همه چیز مگر تمنای کوچیک و دلپذیر ازولات به کشیده شدن و خم و راست شدن. پنجره اتاق نارخوری که از سخف تقریبا تا به زمین می رسید تنها به دلیل وجود پره های فلزی شوفاژ بود که تا زمین یک متری فاصله داشت. روانا تمایل داشت شوفاژ رو هموار خاموش نگه داره به دلیل اینکه فکر می کرد سر و صدای اون افکارش رو پریشون میکنه. بیرون او میتونست درخت گیلاس رو ببینه که همه برگا و گلاش ریخته بود. آشیانه یه چوبی که برای غذا دادن به پرنده ها درست کرده بود خالی بود و آهسته روی شاخه تاب میخورد. روانا همونطور نشسته ورزش میکرد تا اینکه کاملا گرم شد و خودش رو به فراموشی سپرد و فکر خونه ای که در اون قرار داشت کم کم از ذهنش بیرون رفت. موضوع بالا رفتن سن و پیر شدنش و هزاران فکر و خیال درباره پسرش رو هم فراموش کرد. اما هنوز شوهرش با اون اندام رشید در مقابلش مجسم بود و فکر او پاورچین در ذهنش میخزید. روانا دلشوره داشت. اون باورش نمیشد که لطه دیر مدنای مدام شوهرش وجود یه زن باشه یا به خاطر دختر دانشجویی باشه که دکتر سینگ رو به حد پرستش دوست داره. او میدونست که علت اون دیر کردن ها چی بوده چون خودش هم زمانی به اون دوچار بود و مدت ها قبل بعد از اینکه به سختی از بابتش آسیب دیده بود بالاخره خودش رو از اون رها کرد و علت بلند پروازی و جاه طلبیش رو خاموش کرد روانا حالا صدایی میشنید حالی ای بود که دو خیابون اون طرفتر پارس میکرد و سگ خانواده گیلبرت جواب شما پاس کردن خودش میداد و ری که طبقه بالا به اون سو و اون سو حرکت می کرد خدا رو شک می کرد که یه لحظه آروم گرفته. روانا غیر از اینکه یهگاهی در خفا سیگار میکشید تا ری فکر نکنه که اونم اجازه یه سیگار کشیدن داره خودش در وضعیت تندرستی نگه می داشت. بسیاری از بانوان همسایه میگفتند که چقدر خوب و جوون مونده و بعضی از او خواسته بودند که اگر اشکالی نمیبینه به اونا هم بگه که برای جوونی و سلامتش چه کار میکنه اما روانا همیشه این سوال ها رو تنها برای باز کردن باب صحبت تلقی می کرد. حالا همچنان که حرکت یوگایی را به صورت نشسته انجام میداد و تنفسش آهنگی عمیق پیدا می کرد و حسه می شد بازم نمی تونست به کلی از فکر و خیال رها بشه و راحت باشه. اون فکر کم اهمیت آزار دهنده بود. بعد از اینکه ری بزرگ شد و شوهرش هم بیش از پیش ساعتش رو صرف کار کرد اون باید چه کار کنه؟ از کف پا به بالا خزید از علیه پشت ساق پا رو سیر کرد تا به پشت زانوش رسید و کم کم شروع به صعود کرد. در خونه به صدا در اومد. روانا از گریز از افکارش خوشحال شد گرچه او کسی بود که براش نظم و ترتیب نوعی شیوه مناجات باطنی بود از جا پرید و جهش کنن شالی رو که از پشت یک صندلی آویزون بود برداشت و دور کمرش بست و در حالی که صدای موسیقی ری بوم بوم کنن تا طبقه پایین می رسید به طرف در رفت تنها برای لحظه ای فکر کرد شاید پشت در باشه همسایه که از صدای کرکننده موسیقی راک جونش به لب رسیده و قصد گله داره و بنابراین با اون لباس کشی و چسبون قرمز و شال به سوی در شتافت. روث روی سکوی پشت در ایستاده بود. در دستش کیسه ی خاروبار بار دیده میشد. شد. روانا گفت سلام بفرمایید کاری داشتین؟ اومدم دیدن ری. بفرمایید تو. همه این جملات به خاطر سر و صدایی که از طبقه بالا می اومد تقریبا به حالت فریاد ادا شد. روث به سرسرای جلوی منزل قدم گذاشت روانا در حالی که به پله ها اشاره می کرد گفت برید بالا روانا رو تماشا می که شلوار رکابی گشاد روث بلوز یق اسکی و کاپشن کلاهدارش رو از نظر می با خودش گفت دختر خوبی به نظر می فکر می کنم با هم دوستای خوبی بشیم روث در سوپرمارکت همراه مادرش ایستاده بود که شمها رو در میون بشخوابای کاغذی و قاشق و چنگالای پلاستیکی یه بار مصرف دید. او اون روز در مدرسه به خوبی متوجه شده بود که چه روزیه. بنابراین مصمم بود که کاری انجام بده هنگامی که روث شمها رو دید بلافاصله دونست که از ساعه آزم خونه یه ری میشه و از اون میخواد که همراهش بره. به دلیل دیدارهاشون در زمینه پرتاب وزنه رغم، شواهد بچه ها اونها رو عاشق تلقی میکردن روز نقاش زبردستی بود و میتونست تصاویر زنان زیبایی رو بکشه گاه روسری های سبک به سر میکرد و تفسیرهایی درباره آثار جانیس جاپلین ارائه میداد و آشکارا میگفت مخالف از بین بردن موهای زائد بدن خانم هاست به چشم همکلاسیهاش او دختر عجیب و غریبی بود که در حال بوسیدن پسر عجیب و غریب دیگه ای دیده شده. اون چه کسی درک نمی کرد، روز و ری نمی تونستن به کسی بگن، این بود که این تنها تجربه برای اونها به شمار می اومد. ری فقط منو بوسیده بود و روز هرگز پسری رو نبوسیده بود. بنابراین به اتفاق اونها موافقت کردن همدیگر رو ببوسن و ببینن چه احساسی داره. بعد همچنان که اون دو روی برک های پژمرده و به زمین ریخته درخت افرایی که پشت توقفگاه اتومبیل معلم ها قرار داشت نشسته بودن روث گفت به من که احساسی دست نداد ری هم اعتراف کرد به منم احساسی دست نداد هیچی موقعی که سوزی رو بوسیدی احساسی داشتی؟ آره داشتم چی بود؟ اینکه بیشتر میخواستم اون شب خواب دیدم که بازم رو بوسیدم و از خودم پرسیدم که اگه اونم همینطور فکر میکنه غیر از اون چی؟ من آدم محجوبیم حالا تو رو بوسیدم و متوجه شدم که این احساس آدم خب همیشه یه جور نیست خب بازم سعی میکنیم اگه به کسی نگی من آدم ام فکر کردم تو دخترار رو دوست داری با تو معامله میکنم میتونی وانمود کنی که من سوزیم و منم وانمود میکنم که ری تبسم کرد مثل اینکه حسابی دیوونه شدی روز سر به سرش گذاشت یعنی میگید نمیخوای؟ نقاشیاتو دوباره نشونم بده روز دفتر نقاشیش را از کیف مدرسهش بیرون آورد دفترش حالا پر از تصاویر زنان زیبا و نیمه بود که از عکس نمونه های زنده در مجلات نسخه برداری کرده بود اندازه قسمت های مختلف بدن را بزرگتر یا کوچکتر کرده و چروک هایی رو که با ترفندهای عکاسی پاک شده بود مشخص کرده بود در اون حال گفت ممکنه دیوونه شده باشم اما مثل تو به تصاویر زنای نقاشی شده با زغال عشق نمی برزم. ری در اتاقش مشغول پایکوبی بود که روث به داخل قدم گذاشت. ری اینکش رو به چشم داشت. عینکی که در مدرسه معمولا بدون اون سر می کرد. به محض اینکه روث رو دید اینکش رو برداشت و بعد در حالی که نمیدونست باهاش شکار کنه به همون دستی که اینک رو نگرداشته بود به سوی روث دست تکون داد و گفت سلام روث فریاد زد میشه صدای موسیقی رو کم کنی؟ بله بله حاتمان موقعی که صداقت شد گوشای روس لحظاتی زنگ میزد و در اون لحظات او درخشش برقی رو در چشمای ری دید ری حالا در اون سوی اتاق ایستاده بود و تختش میونه او و روث قرار داشت ملفه های تخت چروکیده و گلولش شده یه گوشه بودن و بر بالای تخت تصویر نقاشی شده ای که روث با رجوع به حافظش از من کشیده بود به دیوار زده شده بود. روث گفت زدیش به دیوار؟ واقعا خوب کشیدی خیلی قشنگه. فقط من و تو اونو دیدیم نه کس دیگه. نه چرا مادرم هم دیده فکر میکنه نقاشی تو خیلی خوبه. مادرت خانم خیلی با احساسیه. کیسه خریج رو به زمین گذاشت. بی خود نیست که تو همه قد داغ و احساساتی هستی تو کیسه چی داری؟ شم از سوپرمارکت خریدم امروز ششم دسامبره میدونم فکر کردم بد نباشه با هم بریم مزرعه زورت و به یاد سوزی شما رو روشن کنیم و باهاش ودا کنیم چند دفعه آدم باید باش خدافزی کنه خب این فکری بود که به نظرم رسید اگه نمیخوای بیای من تنها میرم نه رو میوم. میام. روث همونطور که کابشن به روی تخت نشست و منتظر شد ری لباسش رو عوض کنه. پوست تیره ری خیلی اقوا کننده تر از پوست روشن خودش به نظر می رسید. روث گفت اگه دلت بخواد می میتونیم کمی کنار هم بشینیم و بعد بریم. و ری برگشت. نیشخند زد. مثل اینکه اونم به تجربه های بلوغ علاقه شده بود. اون دیگه به من فکر نمی کرد. گرچه نمی تونست این رو به روث بگه. از لن و نفرینی که روث نصار مدرسه می کرد خوشش می اومد. علاوه به خاطر اینکه روس روث باهوش و زرنگ بود از اون خوشش میومد. و همینطور اینکه چطور روث سعی می کرد وانمود کنه که اصلا براش اهمیتی نداره که پدر ری یه دکتر پول داره. و پدر خودش خریدار و مرمت کننده خونه های کلنگی و این خانواده سینگ ده ها پر از کتاب در خونشون داشتن و روث برای خوندن اون کتاب ها بیتاب بود. تمام اینها برای ری دلپذیر بود. ری کنار روث روی تخت نشست. نمیخوای کابشن تو در بیاری؟ روث چنین کرد و به این ترتیب در سالگرد فوت من ری روث رو به خودش نزدیک کرد و اونا همدیگر رو بوسیدن و در لحظه ای روث مستقیما به چهره ری نگاه کرد و گفت لعنتی مثل اینکه یه احساسی به هم دست داده هنگامی که ری و روث به مزرعه زورت رسیدن تاریک بود و ری دست روث رو در دست داشت اون نمیدونست که ری دستش رو به این خاطر گرفته که به تماشای قتلگاه من اومدن یا به دلیل اینکه اونو دوست داره. در مغزش طوفانی به پا بود. بصیرت عادیش را از دست داده بود. بعد متوجه شد که اون تنها کسی نبوده که به یاد من بوده. حال و ساموئل هکلر هم در حالی که دستهاشون رو در جیباشون فرو کرده بودن پشت به اونها در مزرعه ذرت ایستاده بودن. با شنیدن صدای قدم ها به طرف اونها برگشتن. روف مشتی گل نرگس زرد به زمین دید. از ساموئل پرسید تو این گالا را آوردی؟ حال به جای برادرش جواب داد. نه وقتی که اینجا آمدیم اینا همینجا بودن. خانم استر از اتاق خواب پسرش در طبقه بالا صحنه رو تماشا می کرد. اون تصمیم گرفت کتش رو روی دوشش بندازه و قدم زنان به مزرعه بره. او اصلا و ابدا به این موضوع فکر نکرده بود که آیا به اون جمع تعلق داره یا نه. گریس تارکینگ در محله قدم میزد که خانم استدرو دید که در حالی که یه شاخه گل فرفیون به دست داره از خونه خارج میشه اونا برای مدت کوتاهی در خیابون ما هم حرف زدن گریس گفت که میخواد سری به خونش بزنه اما برمیگرده و در مزرعه ذرت به اونها ملحق میشه گریس دو تلفن زد یکی به دوست مذکرش که در فاصله ای نه چندان دور در شهرکی که اهالی شندکی از اهالی شهرک ما ثروتمندتر بودند زندگی میکرد و دیگری تلفنی که به خانواده ی گیلبرت زد اونها به خاطر نقش عجیب و حزننگیزی که در کشف حادثه ی مرگ من داشتند هنوز از غم خود فارغ نشده بودند سگ با وفاشون نخستین مدرک قتل منو پیدا کرده بود گریس پیشنهاد کرد که اونها رو همراهی کنه چون افرادی مسن بودن و عبور از زمین چمن همسایه ها و حرکت روی زمین ناهمبار مزرعه براشون کاری دشوار بود. اما آقای گیلبرت گفت که بله او هم دلش میخواد بیاد. او به گریس تارکینگ اظهار داشت که اونها به انجام این کار نیاز دارن به خصوص همسرش اصرار داشت گرچه من میتونستم ببینم که خود او هم چقدر افسرده و شکسته است او همیشه درد خودش رو با بذل توجه بسیار به همسرش پنهان میکرد گرچه برای مدت کوتاهی به بخشیدن سگشون به کس دیگه ای اندیشیده بود اما این سگ خیلی مایه آسایششون بود لینزی از پنجره اتاقش به بیرون نگاه می کرد که دید گریس تارکینگ بازوش رو به خانم گیلبرت سپرده و دوست مذکر گریس هم با آقای گیلبرت که قدم هایی لرزان بر داشت کمک می کنه و به این شکل چهار نفری از زمین شمن خانواده ادور می گذرند. لینزی گفت مامان تو مزرعه یه صورت خبریه. مادرم در حال خوندن اثری از مولیر بود. زمانی که به دانشکده میرفت آثار مولیه رو با شور و شوق مطالعه میکرد اما از اون زمان به بعد دیگه به اون کتابا نگاه نکرده بود در کنارش کتابایی قرار داشت که اونو به عنوان مرید و سرسپرده پیش کسوتان جنبش های هنری و فرهنگی مشخص میکرد. پیش کسوتانی همچون سارت، کولت، پروست، فلوبر. او این کتاب ها رو از قفسه کتاب خونش در اتاق بیرون کشید و به خودش قول داده بود که اون سال همه رو یه بار دیگه بخونه مادر بلینزی گفت من علاقه ای به این کار ندارم اما احتمالا پدرت دلش بخواد بره چرا به طبقه بالا نمیری و با برادرت بازی نمی کنی؟ خواهرم چند هفته ای بود که با وظیف شناسی مثل پروانه دور بر مادرم میگشت و بدون توجه به حالت هشدار دهنده ای که او بروز میداد قربون صدقش میرفت در ورای اون ظاهر سرد و یخزده چیزی وجود داشت لینزی از این بابت مطمئن بود او در کنار مادرم موند کنار مبل او نشست و از پنجره به تماشای همسایه هامون در بیرون مشغول شد زمانی که تاریکی همه جا را فرا گرفت شمهایی که کسایی که دیرتر از راه می رسیدن با دوراندیشی همراه خودشون می آوردن مزرعه را رو روشن کرد. چنین به نظر می رسید که هر کسی که من در زندگی شناخته بودم یا در کلاسی از کودکستان گرفته تا هشتم در کنارش نشسته بودم اونجاست. شایعاتی درباره مزنون بودن آقای هاروی در شب عید شو گذاری کم کم بین همسایه ها رد و بدل می شد. تا عصر روز بعد این تنها چیزی بود که همسایه ها راجع اون صحبت می کردند. آیا چنین چیزی محتمل بود؟ آیا ممکن بود این مرد عجیب و غریب که اونقدر آرام و بی مزاحمت در میون آنها زندگی میکرد؟ سوزی سالمن رو کشته باشه؟ اما هیچ کس جرأت نزدیک شدن به خانواده منو برای پرس و جون نداشت. من در سپهرم با حرارت و انرژی فراوون به این سو و اون سو می رفتم و در اون حال اده بیشتر و بیشتری به مزرعه می رسیدن و شمهاشون رو روشن می کردن. اونا با صدای پایینی آهنگی رو آروم و محسون میخوندن. هیچ کس به خونه ما تلفن نزده بود. بعضای خانوادم به حال خودشون رها شده بودن. اون مانع نفوذ ناپذیر که بام سفالی دودکش انبار هیزم مسیر اتومبیل و حصار خونه ها را احاطه کرده بود مثل لایه ای از یخ شفاف بود که روی درخت ها را هم میپوشند. مثل بارونی که روی درخت ها یخ زده باشه خونه ما شبیه همه خونه های دیگه اون محله به نظر می رسید اما در عین حال مثل اونا نبود قتل در سرخ خونینی داشت که در سوی دیگرش همه چیز برای همه کس غیر قابل تصور بود هنگامی که لکه های در آسمون صورتی رنگ پدیدار شد لینزی پی برد که چه اتفاقی در حال رخ دادنه مادرم اصلا از کتابی که در دستش بود چشم بر نمی داشت. دینزی گفت اونا به یاد سوزی مراسم گرفتن مامان. گوش کن. او لای پنجره رو باز کرد. هوای سرد ماه دسامبر به سرعت داخل شد و صدای آواز اونها هم. مادرم همه توانی رو که داشت به کار برد و گفت ما یه بار مراسم گرفتیم از نظر من این دیگه یه چیز تموم شده است. چه چی چیز تموم شده ای؟ آرنج های مادرم روی بازوهای مبل زرد رنگ قرار داشت. او اندکی به جلو خم شد و صورتش رو در سایه قرار داد. و مشاهده حالت چهرش برای لینزی دشوارتر شد. من اصلا باور نمی کنم که اونا منتظر ما باشن. فکر نمی کنم روشن کردن شم و این کارا به معنی گرامی داشتن یاد اون باشه برای بزرگ داشته او راه های دیگه ای هم هست لینزی گفت مثلا چه راهی؟ اون چهارزانو روی قالی جلوی مادر نشست مادرم روی مبل نشسته بود و با انگشتش سطری رو که در کتاب مولیر مشغول خوندنش بود نشونه گرفت من میخوام چیزی پیش از یک مادر باشم دینزی فکر کرد میتونه اینو درک کنه اون میخواست چیزی بیش از یک دختر باشه مادرم کتاب مولیه رو روی میز جلوی مبل گذاشت و بدنش رو به سرعت جلو کشید تا اینکه پایین رفت و روی قالی نشست من از این حرکتش جا خوردم اون هیچ وقت روی زمین نمی نشست. فقط پشت میز تحریرش که مخصوص پرداخت قبوز بود یا روی مبل یا بعضی وقتها در انتهای کاناپه در حالی که هالیدی کنارش چون میزد. او دست خواهرم رو میون دستاش گرفت. لینزی پرسید. میخوای ما رو ترک کنی آره؟ مادرم به خودش لرزید. چطور میتونست اون چرا که از قبل میدونست به زبون بیاره؟ در عوض به دروغ گفت. نه قول میدم ترکتون نمی کنم. اون چه مادر بیش از هر چیز دلش میخواست این بود که دوباره به همون دختر آزاد مبدل باشه مادرم گفت بیا اینجا کچولیم. و لینزی پیشش رفت او در حالی که پشت به مادرم قرار داشت به عقب و به سینه اون تکه داد مادر به طرزی ناراحت کننده شروع به تکان دادن لینزی همونطوری که روی قالی بود کرد تو دختر خیلی خوبی هستی لینزی پدرت رو دلزنده زنده نگه میداری و اون صدای نزدیک شدن اتومبیل پدرم بود که شنیدن. لینزی همونطور در بغل مادر باقی در حالی که به روانا سینگ که بیرون خونه ایستاده بود و سیگار میکشید فکر میکرد. اون بوی شیرین سیگار دانهیل در فضا شناور شده و تا به خیابون رسیده بود و مادرم رو به یاد گذشته های دور انداخت. آخرین دوست پسر مادرم پیش از ازدواج با پدرم عاشق سیگار گالوز بود. مادر فکر کرد اون آدم ریزندام لافزن متظاهری بود اما به جهتی خیلی جدی باعث می شد که او هم خیلی جدی باشه. لینزی همچنان که از پنجره به بیرون خیره شده بود پرسید مامان نور شما رو می بینی؟ مادرم گفت پدر تو ببر اونجا باشه. خواهرم پدرم رو در اتاقی که مخصوص از تن بیرون آوردن و نگهداری کفش و لباس خیس و گلی بود ملاقات کرد. در اونجا پدر کلیدای اتومبیل و کتش رو به قلاب آویزون کرد و گفت که با او به مزرعه زورت میره. البته که میره. برادرم از طبقه دوم صدا زد. بابا بابا. خواهر و پدرم برای دیدارش به اونجا رفتن. همچنان که باکلی با هیجان با پدر برخورد کرد. پدر گفت بال قربان. لینزی گفت بابا من از پنهان نگه داشتن حقیقت برای دلگرمی دادن به باکلی خسته شدم. احساس می کنم ما آدم های متقلبی هستیم که اونا از خودمون نمی دونیم. سوزی از بین ما رفته باکلی. باید اینو بدونی. برادرم سرشو بالا آورد و به خواهرم خیره شد. لینزی گفت باکلی به یاد سوزی یه جشن برپا شده و من و بابا و تو میریم اونجا. باکلی پرسید مامان نمیاد مرسه لینزی نمیخواست بهش دروغ بگه اما حس کرد که این توصیف درستی از موضوعه آره مامان مریضه لینزی و پدر از خونه خارج شدن همسایه ها معلم ها دوست اعضای خانوادم در نقطه ای درخواه که از جایی که من به قطع رسیده بودم چندان دور نبود حلقه زدن پدرم خواهرم و برادرم به محض اینکه پا بیرون گذاشتن صدای از سر گرفتن آواز شنیدند همه چیز در وجود پدرم به سوی گرمی و نور معطوف شده بود و او رو به اون سوی میکشوند او به شدت دلش میخواست که یاد من در اذهان و قلب های همه زنده بشه من همچنان که تماشا میکردم چیزی رو دونستم تقریبا همه در حال خداحافظی با من بودن من به یکی از بسیار دختر کوچولوهای از دست رفته مبدل می شدم. اونا به خونه هاشون برمیگشتن و منو به فراموشی می سپردن. مثل نامه ای مربوط به گذشته که هرگز دوباره باز و خونده نخواهد شد پدرم غیر از رانندگی با اتومبیل خودش برای رفتن به سر کار یا نشستن در حیات پشتی منزلمون ماها بود که بیرون از خونه به گردش نرفته بود و همسایه ها رو هم ندیده بود حالا او به اونها نگاه میکرد از چهره یکی به دیگری تا اینکه متوجه شد من مورد محبت و علاقه اشخاصی بودم که بسیاری از اونا رو حتی نمی‌شناخت قلبش مالامال از خوشحالی شد بعد از مدت زمان مدیدی که بسیار طولانی به نظر رسیده بود دوباره در خود احساس گرمی می‌کرد به غیر از گرمی اون لحظات کوتاه که با باکلی زروند. من دوست داشتم لباس خواب کتونی بلندم و بپوشم و بیرون به ایوون پشتی خونم برم. جایی که بارون به صورت قطرات سنگین بر بام منزل فرود می اومد. باد از هر سو به اون سرپناه میوزید و پیراهنم رو به تنم میچسبوند و تکون میداد. هوا گرم و مطبوع و بسیار دلپذیر بود. برقی در آسمون میدرخشید و لحظاتی بعد صدای رد به گوش می رسید. مادرم کنار در ایستاد و بعد از اینکه هشدار همیشگیش رو میداد بچه ها سرما میخورینا خاموش میشد ما با هم به صدای بارش بارون و قررش رد گوش میدادیم و بوی خاک رو که به هوا بلند شده بود و به ما خوش آمد میگفت استشمام میکردیم مادرم شبی خطاب به من گفته بود مثل اینکه تو شکست ناپذیری دختر من اون اوقات رو دوست داشتم. در اون لحظات به نظر می رسید احساس مشابهی داریم. در حالی که پیراهن نازکم رو در برداشتم، رو به او کردم و گفته بودم البته که شکست نپذیرم مامان.